ان جل جل الله در کلام حمید و مجید خود می فرماید که ما قران را نازل کردیم و ما حافظ و نگهبان قرانیم به نام خدا بنده محمد سن کریمی فرزند اجماع الدین کریمی یک تن از شوګردان در لفط عبد الله ابن زبیر خداوند جل الله شانوفر سپاس گزاریم که اولاد فعلا کومو به درسه خو خداوند جل جل الله قرار داده و به سن سال رسید تا فعلا سن عزیز شات 15 یا 14 بیشتر نباشه الحمدلله تانسته که یک سال سویرم هم درس داد کامیاب شده که از صنف ده به صنف یازده رفته و الحمدلله قرآن از تانسته که تی تا مدت همی دونیم سال او با کمال افتخار برای شما میگم بسیار منظم با قراعت، با لحن خوب با اخلاق خوب با همه چیز همین تا مراحل شده که الحمدلله مال از هر گوشه قرآن که ما از اینا حفظ از اینا گوش کشیم بسیار ساده بسیار راحت بسیار روان و میتونن برای ما تلاوت کنن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا في <applause> أكرم صلى الله عليه وسلم مي كقرآن كي قرآن رو بخونيت چرا قرآن روز قيومت شفاعت میکند کند هم صحبت خیش را قرآن شریف را ما از سال سیزده با توفیق و با, با کمک پدر مادر و تشویق و سادا توانستم کمی قرآن شریف را حفظ مدت کمتر از دونیم سال و حالا کم یک حافظ قرآن شریف هستم بسیار خوشحالم افتخار میکنم کنم برای جای بسیار افتخاره که چون محمد سان جان وری برادرزاده دارم که توانسته با مدت بسیار کمی قرآن مجید با همون طوری که لازم است و شایسته از او است حفظ بکنه با تجوید و با قرائت قرآن مجید و با بسیار خوبه بنده حجی محمد نعیم کریمی کاکای غریص ایسان جان ایسان جان یک بچه بسیار مستعد بسیار خوش اخلاق و خیلی هم دوست داشتنیه که تالسته نظر به اون استعداد خداوندی که خداوند برای از داره قرآن شریف را حفظ بکنه همچنان همون طوری که قرائت و لعن خوبی داره ا موږ ګرامي مابین تمام قومو هم قومو ور دوست درن صداي خوبي داره لغن خوبي داره او اخلاق خوبي داره چه خوبه چې موږ همواره قران را بخونيم او همواره زبان مو به ذکر قران تر بشت چره چې خدای جل جلاله او در قران شريف ميفرمایي الو ذکر الله تطمئن القلوب به ذکر خدا بو عشان چره چې ذکر او یاد خدا

از اول هم او خوبی هایی که فعلا داره داشت و تغییرات بسیار مثبت از وقتی که قرآن شریف شروع کرده به حساب به تلاوت کردن تغییرات مثبت تغییرات زیادی به زندگی از و آمده و یگانه خاطره ای که من دارم یک وقت ما اتفاقا داخل خانه شدم که او مصروف تلاوت کردن قرآن از مشان بود و من به واقعیت از لذت زیادی که ما از تلاوت قرآن از مشان بردم به واقعیت اشک جاری شد واقعا گریه کنان در پلوی ازیک که قرآن شریف حفظ کرده در قسمت تفسیر ازی و در قسمت رساندن ازی به دیگه کسا هم سعی و تلاش کنه از وقتی که من قرآن شریف شروع کردم به حفظ کردن تمام تمام قومی ما را تشویق کردم و توانستم که من قرآن شریف بسیار خوبی حفظ کنم و در با مقابل مزامینی که مشکل داشتم تا برای ما آسان شده و حالا که هم در درجه دوم مثلا 11 قرار دارم محمد احسان نوازی پسری من یک آدم یک بچه لایق قرآن حیفت قرآن شریف مستد به همی سند ای به ای از بر کرده سپاسگذارم بسیار خدا را سپاسگذاری میکنم شکر دارم کمیت اولاد خداوند به ما لایق دانید

لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بيوي تمو وشمو هم قرآن باشم هم قرآن شريف را تلاوات نمويم راشد اسنام پسر اما يه قاري سيب اسان جان اسان اه جان هميشه با رفتار داره د اخلاقی و در خانواده در مسجد و در, در کوچه بازار همیشه اخلاق خوبی داره که صاحب بسان جان همیشه در کوشش میکنه در افز قرآن کریم و تصمیم نداشتون که قرآن کریم را افز کنه این رو کوشش کرده و مر تشویق کرده که قرآن کریم افز کنه درسته که ما در اکثر خانواده ها دیده میشه که فقط امی حرف به زبان میارند که بخوان بخوان به اولاد خو میگن ای که چی روش های دشته باشن در مقابل اولاد خو که چی را پیاده کنه که اولاد از به بیترین وجه درس و تعلیم رو به حساب پیش ببره که متاسفانه اکثر ان جاها دیده نمیشه فقط تنها کلمه به خانه از تمام خانواده های محترم خواهش میکنم که یک متدای جدید روش های جدید داشته باشم در قسمت پیشبرد اولاد خود قرآن کریم آمده است تا انسان های را که در جهل و خرافات بسر می بردند آنها را از تاریکی ها به روی شنایی ها سوق بدهد از وقتی که من شروع به یافتن قرآن کریم کردم تمام تغییرات مثبت در زندگی ما آماده و تمام کارهای ما آسانتر شده و مازمینی که در مکتب مشکل شده اونا برای ما آسانتر شده و حالا هم در درجه دوم سنفی و قرار دارم ای هم مگی از, تفیق خدا، از برکت تفیق خداوند و دوای پدر و مادر و تشویق و استاد گرامی ما بود محمد سانجان یکی از جمله برادرزاد های ما هست که بسیار بچه با استعداد و بسیار بچه با با پشت کار بسیار عالی با تمام درس های نه تنها دروس دینی بلکه درس مکتبی رو هم تانسته با مدتی که هست بسیار به خوبی و نتایج بسیار خوبی کسب بکنه خداوند جل جلاله میفرماید اگر شما دوست دارید خدا را ای پیامبر تو بگو اگر شما دوست دارید خدا را پس پیروی مرا بکنید تا ای که خداوند شما را دوست داشته باشد و برای شما گناهان شما را بیامرزد بهترین مشاور که ما داشتم اجبوان بودم و بعد از اون پدر و مادر بودم که مرا تشویق کردن که بروم به قرآن به دار و بتون قرآن شریف نمایم با از اینکه رفتم توسط تشویق قاری سید محمد اقرو توانستم که قرآن شریف حفظ نمایم ما به عنوان کاکا انسان جان نه تنها از انسانجان بلکه از دگه تمام مسلمین خصوصا کسا که در راستهای دین گام <مسلم> برمیدارن در قسمتآموزدن گام برمیدارند اینه که برعلاوه ازای که میاموزند باید در قسمت ترویج دن در قسمت عملکرد از او سیو تلاش زیاد نماین ون خداوان جل جلله فرموده است فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون كوشش بن ما در قرآن عمل بنم و نكتهها در قرآن شريف ذكر شده برا م جامه عمل په پیشانم قران را اسو، اسوه الگووی خود و سرمشق صدر سر لوهی زندگی خود قرار بدهیم ترې کی خدایان جل جلاله در روز قیامت ما را از جمله مؤمنان واقعی کی در ووضع زندگی خود الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا خانواده هایی که قرآن این ارشاد اولاد از اینها حفظ میکنه واقعا یک افتخار که خداوند ایر به هر کس هر کس ایر نداده جا داره که از اوید از خانواده های تشکری کنین که در قسمت اولاد خو یک سعی تلاش زیاد میکنن به خاطر پیشبرد به خصوص در قسمت قرآن از مرشد که کتاب الهی است بچه از مادر یا از پدر چیزی میآموزه وقت اولین استاد مادر و پدر برای اگر مادر و پدر با او همراه نباشند به راه صحیح و سوق ندان پرسان نکنند که تو چی کردی کجا رفتی چکار کردی خو خواب خواب خو بچه چیزی بار نمیایه که پسند مادر و پدر باشه یا پسند جامعه باشه باید راههای صحیح و مناسب بر پدر و مادر از گهواره بر اولات خو تو بیاموزانه زمانی که ما قرآن شریف را داشته باشیم زمانی که ما قرآن شریف را اسوو الگوی خود قرار بدهیم نیازی به این نیست که ما در پهلوی قرآن که یگانه قانون اساسی ما... شمرده می شود ما در پهلوی قرآن یک قانون اساسی دست ساخته بشر را داشته باشیم چرا که خداوند جل جلاله در قرآن میفرماید: فرماید ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین هیچ تری خشکی در, در, در زمین در, در جهان آفرینش در کائنات نیست که در قرآن ذکر شده است پس ما اگر در قرآن رجوع بکنیم ان شاء الله مطمئنا که قرآن شریف افتخارات زیاده برای ما می آفریند و ان الله که قرآن شریف همیشه ما را در راه های هدایت می نماید که راه های سرفرازی و بلند سربلندی دنیا و آخرت ما می شود کسی که حافظ قرآن باید اخلاق او متفاوت از دیگه بچه داخل کوچه با باشه و باید او همیشه با اخلاق خوب با, با دیگه کسا روبرو شه و همیشه کس کسی که می بینه که کار بعد میکنه کنه او روا داره از او, از او کار بعد یا او تشویق کنه که بر قرآن شیف حفظ نمایه ما از تمام برادر ها از تمام خواهر تمام پدر خواهشمندیم که اولاد خور صحیح سالم تربیه کنند در پلوی از که دیگه مسائل اونا می آموزند قرآن و لفظ عرب چون قرآن ما کلام عرب نازل شده و همچنین گفته خداوند من جلال شنوه با در او ما و شما باید که بسیار وشکونین که از اور یاد بگیرین و همچنين ازو استفاده صحیح بکونین قران شریف رو وقتی که ما میآموزیم اول کوشش بکونیم که معانی اون رو بیاموزیم بعد از محترم معانی کوشش بکونیم که عمل با قران بنماییم و عمل نموډیم کوشش بکونیم که خانواده و, و ماحول خود رو کوشش بکونیم اجتماع خود را قرآنی بسازیم تا خدای وان جل جلاله اون بار مسئولیتی که به دوش ما نهاده که خداوند جله جلله میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ما از جمله کسانی باشیم که کار به دعوته به خیر بکنیم نواهی و منهیات منع بکنیم از وقتی که من شروع به حفظ قرآن عظیم و شان کردم رویه تمام به من می و تمام من با من خوب شده و هم میگی در هم در مکتب هم در بیرون از مکتب از جایگاه خاص و خوردارم هم میگی برای احترام دارم و چون که قرآن شریف کردم همیشه مورد تشویق دیگر و قرار میگیرم قاری سید نقیب احمدی هستم یک تن از هم مسجدیای قاری محمد احسان تجربیات چهار ساله رفت آمد به دارالفاظ حتما انسان را با اخلاق و رفتار یک شخص که با او هم مسجدی یا هم صحبت باشه آشنا می سازه من تیمی چهار سال که به دارالفاظ آمدم و با محمد احسان جان هم مسجدی بودم فهمیدم که چگونه رفتار چگونه اخلاقی و چگونه رفتار با دیگران با خانواده خود حتی و با مسجدی خود و با قاری خود داشته عم ما تا كونون ازو حتی اگر فزیش نشنیدم چونکو او براد قران شریف دویده پس خداوند جل جلاله او مکتب قران شریف شامل کرده که مکتب قران شریف انسان ساز است مکتب قران شریف هر داخل شد آدم می شود خلق خوش خلق را شکار کند یک صفت بیش از این کند منکم يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر و هم المفلحون خداوند جل جلاله ما را از جمله کسانی به از جمله امتی به که ما مسئولیت کردیم خش ا دانسته و به آن عمل نمودیم و آخر عاقبت ما از جمله گروهی باشیم و از جمله کسانی باشیم که خداوند جلجلاله ما را رستگار خطاب نموده است چه خوش است که ما بتوانیم در پرتو تعالیم قرآن دیگران رو هم به قرآن رهنمای و تشویق بکنیم تا کسانی باشند که قرآن شریف را در زندگی خد پیاده بکنند و قرآن شریف را سرمشق و سرلوحه زندگی خود داشته باشند و همیشه از قرآن استفاده بکنند إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فرزان دربي خاطر بزرگ نكونين كبه كوچه فقط شاید برای بگیم آیا مکتب رفتی یا نه، مسجد رفته یا بلکه ما باید با پشتکاری به طور خستگی ناپذیر شوها روزها تو وسط امو پدرها و مادرها از این بچه ها پرسان بشه که تو چی کردی؟ امروز رفتی چی خوندی؟ از او پرسان بشه به همو خاطر پدر و مادر که اولاد سالمی به جامعه تقدیم میکنه مردم از دست همو پسر و یا فرزند از او در امان است از دست از او از زبان از او میشه که بگیم بهشت زیر پای پدر و مادر از او بچه هست

متوجه بسازیم و, و دیگران را هم تشویق بنامیم تا یک جامعه قرآنی یک فضای کاملا قرآنی داشته باشیم